سلام دوستان، توی این ویدیو میخوام جواب یکی از سوالات پرتکرار شما رو بدم که خیلی توی کامنت ها ازم پرسیده بودین. سوال این بود که چرا دیگه از سوئد ویدیو نمیذاری و دیگه حرفی از مسائل مرتبط با مهاجرت به سوئد نمیزنی، منتشر نمی کنی. یه بار من این رو توی یکی از پست های یوتیوب گفتم، اما اینجا هم گفتم ویدیو بگیرم و بگم. علت اصلی و عمده ای که من یه کمتر از سوئد ویدیو میذارم اینه که سوئد خیلی توی این یه سال گذشته قوانینش تغییر کرده و به واسطه اینکه دولتش تغییر کرده خیلی قوانین مرتبط با ویزا دادن به مهاجرا سخت‌تر شده. یعنی علاوه بر اینکه سخت‌تر شده، طولانی ترم شده. شما وقتی که میخواین اپلای کنید برای هر مدل از ویزاها، داریم میبینیم که خیلی راحت ریجکت میکنن، خیلی راحت قوانین رو تغییر میدن، یا میبینید که پروسه جوری شده که اگر قبلا مثلا 3 ماه طول میکشیده، الان تا 1 سال هم ممکنه طول بکشه و صفهای طولانی و بعد جواب نمیده اون اداره مهاجرت به شما، خیلی به سختی جواب میدن که شما پروسه‌تون در چه حاله و معمولا هم جواب قانع کننده ای نمیدن. از طرفی روابط سیاسی هم این وسط خیلی عوض شده، یعنی نمیخوام بهش اشاره کنم، خودتون میدونید احتمالاً که سر چه داستانهایی روابط سیاسی ایران و سوئد الان خدشه داره و این متاسفانه خب هیچ وقت به نفع مردم نبوده و همیشه مردم و به خصوص ما مهاجرا از این قضیه ضرر میکنیم و این هم باز یکی از مشکلاتی بوده که به مشکلات ما اضافه شده. واسه همین من نمیخوام کسی باشم که تشویق کنم آدم ها رو به مهاجرت به سوئد، ولی از اون ور خب یه سختی دیگه جلو پاشون بذارم که خیلی سخت‌تر شده، چون مهاجرت به خودی خودش سخت هست، منتها وقتی که اون قوانین سخت‌ترش کرده دیگه ما نباید جزی از اون پروسه سخت باشیم. یعنی من نباید جزی از این داستان باشم که بخوام باعث بشم آدما یه مسیر رو بیان که به نظر خودم شاید دیگه ارزشش رو نداره. یعنی شاید برای یه سری کیس ها، مخصوصا کیس های کاری و تحصیلی، حتی چون تحصیلی ها میخوان که تبدیل کنن به کاری و الان قانون عوض شده و باید یه حقوق خیلی بیشتری داشته باشن که بتونن تحصیلی رو به کاری تبدیل بکنن و واقعا شاید بشه رفت سراغ کشورهای دیگه. من دیگه نمیخوام راجع به نروژ هم حتی ویدیو بذارم، چون که نروژ همینجوری سخت‌تر بود و نمیدونم که در آینده آیا چه تغییری ممکنه اینجا به وجود بیاد. برای این دیگه نمیخوام جزی از این داستان باشم، منتها ویدیوهایی درست میکنم که اطلاعات خوبی بدم که به دردتون بخوره، ولی نه دیگه توی این مسیر، توی یک مسیر دیگه. ممنونم، مرسی، خدافظ.